آقای نجفی، شما دارین قسم میدین، قسم دادن با اینکه اسم یک امام رو در یک متن طولانی با چیزای دیگه بیارین به هر حال برای بعضی ها متفاوته. ممکنه این تفاوت وجود داشته باشه، این به نسبت درک آدم ها از دین و شرایط سیاسی اجتماعی برمیگرده. ما در فرق یا اون فرقه های مختلف اسلامی به شدت نظرات متناقض و متفاوتی داریم، یعنی اینجور نیست که حتما شیعه اثناعشری اینجور فکر بکنه، یک نوع دیگه از به اصطلاح شیعه اینجور لزوما باید اونجور فکر کنه. یعنی چه خود شیعه هم در مورد نظراتی که داره در مورد مسائل ثابت نیست. صدایی که شنیدید مصاحبه شاه نجفی بود با شبکه بی بی سی فارسی. توی این مصاحبه شاه نجفی بیاد و فرق میذاره بین فرقه های اسلامی و میگه که هر فرقه نظری متناقض و متفاوت خودش رو داره. در مورد قسم دادن نظرات ثابتی نیست، این حرف شاه نجفیه. بگم مصاحبه رو بیشتر از 50 بار گوش دادم و خیلی ذهنم رو مشغول کرده بود. دیشب دوباره این مصاحبه رو دیدم و یک لحظه برگشتم به 13-14 سال پیش و حرف معلمم یادم اومد که میگفت خداوند وقتی میاد توی قرآن قسم میخوره، قسم میخوره به تین و زیتون، به تین و زیتون قسم میخوره. و همین باعث شد برم توی سایت گوگل. شما میتونید برید و امتحان کنید، برید تو سایت گوگل و کلمه قرآن رو بنویسید، اولین سایتی که میاد رو بزنید، اونجا یه جستجوگر داره، تو قسمت فارسیش کلمه قسم رو بنویسید، به فارسی بنویسید قسم و ببینید چه آیات شریفی و زیبایی میاد. و خداوند قسم میخوره که و تین و زیتون، قسم به تین و زیتون، و قسم میخوره به نفس اسبان و جملات بسیار جالب و زیباییه. خداوند اونجور میاد قسم میخوره و این آدم که تعبیر آدم البته درست نیست، واسه این بهتر بگیم صدای شیطان روی زمین، این آدم میاد و به راحتی امام نقی رو قسم میخوره، امام 11 ما شیعیان. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. و از هر قسم خورنده فرومایی فرمان مبر. یه موضوع در مورد اهانت. خود شاه نجفی که گفته بود به امام نقی اهانت نکردم، اولین بار این آهنگو تو فیسبوک همین شاه نجفی رفتم و دیدم، رفتم دیدم و خود آهنگ چیز به خصوصی نمیگفت، ولی این تصویر که روی زمینه این آهنگ بود، خب شما خودتون دیگه این عکسو فکر کنم دیده باشید، واقعا داره اهانت میکنه دیگه به مقدسات اسلامی ما. و حرم امام رضا رو میاد و مورد اهانت قرار میده. سی سایت های دیگه دیده بودم طرفدارای شاه نجفی نوشته بودم که هدف شاهین از این عکس یه چیز دیگه بوده. خب مهم نیست هدفش چی بوده، مهم اینه که مردم اینو چی برداشت کردن. و این اهانتی بود که خودم اولین بار اینو اهانت تلقی کردم، من که طرفدار پرپا قرص شاه نجفی بودم. و یه موضوعی هم هست که میان و تو سایت آپارات هم دیده بودم چند نفر اومده بودن و به شاه نجفی فحش داده بودن. اصلا فحش دادن توی اسلام حرامه و گناه حساب میشه و شما که اصلا دارید میگید که اهانت کرده به امام شیعیان،
خود شما که دارید راه اشتباه میرید با این فحش دادنتون. شما اگه واقعا از شاهین نجفی خشمگین هستید و میخواید اینو یه جورایی به قول معروف تلافی کنید و انتقام بگیرید، با فحش دادن و این کارا راه به جایی نمیبرید و فقط شخصیت خودتون رو کوچیک میکنید. شما بهتره که توی سایت آپارات مردم جوگیر شده بودن، گفته بودن که شاهین نجفی رو خواهیم کشت و میکشیم و همچین چیزایی. خب الان شاهین نجفی تحت مراقبت FBI و از هر کسی بهترین خود من هستم که میدونم FBI چیه. و وقتی شاهین نجفی الان پناهنده است و FBI هم موظف وظیفشه که از شاهین نجفی چیکار کنه، حفاظت کنه، و به این راحتی ها نمیتونید شاهین نجفی رو بکشید. و شمایی که الان تو ایران هستید و خشم چشماتون رو گرفته و میخواد یه جورایی انتقام بگیرید، به جای فحش دادن و این کارا بهتره برید و از راه درستش از شاهین نجفی انتقام بگیرید. بزرگترین ضربه‌ای که میتونید به شاهین نجفی بزنید اینه که بیاید و طرفدارهاشو که میان هنوزم طرفدار شاهین نجفی هستن، اونا رو بیارید سر به راه بکنید و این بزرگترین ضربه که میتونید به شاهین نجفی بزنید. البته با لحنی مهربان و با لطافت برید و این کار رو بکنید. و کلکل کردن با طرفدار شاهین نجفی کار رو درست نمی کنه، هیچ کار رو بدتر هم می کنه. یه حرفی دارم با طرفدار شاهین نجفی. ببینید من چندین بار توی کنسرت های شاهین نجفی شرکت کردم. اگه تو فقط آهنگ های شاهین نجفی و فیلم هاشو گوش دادی، من رفتم و با خود شاهین نجفی دست دادم و باش صحبت کردم. چندین بار براش هر ماه چندین هزار دلار پول به حسابش میریختم و یه رابطه صمیمانه ای بین من و شاهین نجفی بود. و الان از هر کسی بیشتر این خود من هستم که باید طرفداریشو بکنم. ولی از وقتی که تحقیق کردم در این باره و فهمیدم که داره دین و اسلام ما فدای یک انسان میشه، انسان نیست این آدم، فدای یک شیطان میشه، نمیتونم دیگه اسلام رو فدای مسخره بازی های این آدم بکنم و راه خودم رو از شاهین نجفی جدا کردم. شما بهتره راهتون رو از این ملعون جدا